برای فیلم برداری کردن با آیفون، همونطور که توی درس قبلی هم فکر کنم یه اشاره کوچیکی بهش شد، شما باید این آیکون رو بذارید روی مود فیلم برداری. اولین چیزی که می‌بینین اینه که تصویرتون خیلی زومتر میشه و خیلی بسته‌تر میشه. به خاطر همین اگه می‌خواید به همون کادر قبلی برسید، بعد یه مقداری یه چند قدمی احتمالاً بعد عقب‌تر برید. برای فیلم برداری کردن باز به همون شکل قبلی خیلی راحته، شما روی این دکمه قرمز کلیک می‌کنید، شروع می‌کنه به فیلم برداری کردن. این دکمه روشن و خاموش میشه به این معنا که داره فیلم برداری میکنه و اون بالا هم یه عدد شماره‌ای میندازه برای شما که نشون میده در واقع داره زمان میگذره از این اتفاق. و حالا مثلا فرض کنیم من میتونم باز به شکل قبل عین همون چیزی که درس قبلی دیدیم الان ایشون رو فوکوس بکنم یا نور سنجی براش بکنم یا این دو نفر رو براشون، البته دو نفر که دوتا مجسمه رو براشون نور سنجی بکنم. اگر هم خواستید فلاش یعنی در واقع یه پروژکتور نوری داشته باشید، چون اینجا که دیگه فلاش نیست پروژکتوره، شما میتونید روی این آیکون یه کلیک بکنید و روشنش بکنید. همونطور که میبینید نور خیلی زیادی توی تصویرتون اضافه میشه و حالا اگر مطلوبتون بود میتونید ازش استفاده کنید. من فکر کنم تو درس قبلی هم گفتم من کلن با فلاش خیلی مشکل دارم، آفش میکنم که مشکلاتم حل بشه. هر وقتم که کارتون تموم شد میتونید دوباره این آیکون رو بزنید. حالا من اینجا فرض کنیم یه پن کوچولو میخوام بزنم از این دو نفر روی این آقا. وقتی هم که دیدم شاتم مطلوبمه روی این کلیک میکنم و میرم پایین. حالا برای دیدن عکسایی که گرفتید و فیلم هایی که گرفتید شما روی این آیکون پایین باید کلیک بکنید. آخرین فیلم یا عکسی که گرفتید رو اینجا نشون میده. اگه خواستید بقیه رو ببینید و قبلی ها رو هم ببینید میتونید این بالا روی کامرا رول یک کلیک بکنید و تمام عکسایی که گرفتید با این دوربین و با این گوشی اینجا دیده میشه. مثلا همین عکس اولی که من گرفتم یا عکس بعدی که گرفتم یا فیلم هایی که گرفتم. فیلم هایی که شما گرفتید اینجا روشون یه آیکون پلی هم دیده میشه که به شما در واقع اینجوری میخواد نشون بده که این یه فیلمه و عکس نیست. اینجا یه تدوین کوچولویی هم میتونید انجام بدید روی تصاویرتون. به طور مثال من میتونم برم روی کلیپ بعدی که همین آخریه بود و یادمه که یه پن کوچیک آخرش زدیم. من میتونم خود کلیپ رو ببینم و مثلا فرض کنید از اینجاش رو از کجا بود خدا فکر میکنم همین جاها بود، از اینجا رو من میتونم انتخاب بکنم تا مثلا اینجا رو و یه تدوین کوچولوی هم همونطور که دیدین میتونیم با هم انجام بدیم. اگر شما خواستید این رو الان به این میزان کوتاه بکنید تریم رو میزنید این آیکون بالا رو. اولین عنوان که تریم اوریجینال هست به شما میگه که کلیپ اصلی رو من میخوام کوتاه بکنم و پایینی که سیو از نیو کلیپ میگه که از این حالا میخوام از این کوتاه شده یه کلیپ جدید برای شما میخوام درست بکنم. من میگم آقا جون همون اوریجینال رو درستش بکن، من نمیخوام تصویرم برام اونقدر مهم نیست، خیلی چیز نیست که حتما اصلش رو داشته باشم. وقتی هم که کارتون تموم شد میتونید باز این پایینی کلیک بکنید ایمیل ویدیو که خب کاملا واضح ایمیلش میکنه و سنت تو یوتیوب هم میتونه برای شما به یوتیوب بفرسته. فکر نمیکنم تو ایران کار بکنه ولی در هر صورت این امکانیه که داره. کنسلش من میکنم. برای پاک کردن شما رو این سطل آشغاله کلیک میکنید، میگه میخوای پاکش کنی؟ میگم بله. دیلیت ویدیو. باز در مورد عکسام به همین صورت، اگه شما خواستید مثلا این عکس رو دیلیت بکنید دیلیت فوتو. و برای عکس قبل و بعد دیدن هم این آیکون ها رو میتونید بزنید. یه دونه اینجا عنوان داره که این پلیه، برای شما از عکس هایی که دارید یه اسلاید شو نشون میده. من میتونم مثلا از اینجا پلی رو بزنم و از بالا شروع میکنه به اسلاید شو نشون دادن تصاویر که این رو ما تو قسمت آی فوتو خیلی دقیق تر بهش میپردازیم.